بسم الله الرحمن الرحيم. در همین سوره مبارکه نور که بحث آیات نور هست، در همین سوره توضیح داده شده که یک وادی ظلماتی هم هست که اگر کسی گرفتار اون وادی شد، اذا اخرج یده لم یکد یراها، فهمود حتی مؤمن اگر تو اون وادی قرار گرفت دست خودش هم نمیتونه ببینه، نمیتونه امکانات خودش رو ببینه، تا چه رسد به این که سر رو لب و عوالم باطنی خودش، دست خودش رو نمیتونه ببینه، ظاهر خودش هم نمیتونه ببینه. کسی در ظلمت اولیاء طاغوت قرار گرفت، ظاهر وجود خودش هم نمیتونه ببینه، از قوای ظاهریش هم غافله، تا چه رسد عوالم باطنی خودش رو، مگر اینکه به امام برسه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. در این فضای ظلمانی فرمود اگر نور امام نباشد، الالعبد انسان در غفلته، در قیامت هم در تاریکیست. من لم یجعل الله له نورا، ای امامم من ولد فاطمه، فما له من نور فی یوم القیامت، در قیامت هم تو تاریکیه. پس ببینید سیر ما با امام هست، همراه با امام شدن، امام شدن است که معرفت نفس میاره. اینکه کسی خیال کنه خود انسان شروع میکنه و از طریق معرفت و نفس، من عرف نفسه او فقط عرف ربه، تأمل میکنه نفس خودش رو پیدا میکنه، خدا رو پیدا میکنه، اینا توهماته، اینها ریاضاته، اینا خودش حجاب روی حجابه. انسان تا به امام نرسه، همراه با امام علیه السلام نشه، نمیتواند عوالم خودش رو ببینه، معرفت نفس پیدا کنه، نمیتونم آیات انفسی رو ببینه. کما اینکه اگر با نور امام در بیرون همراه نشد، آیات آفاقی دیده نمیشه، همه عالم میشون ظلمات در ظلمات. در درون خودش نگاه میکنه تاریکه، بیرون هم نگاه میکنه تاریکه، قوای ظاهری خودش رو هم نمیبینه، تا چه رسد باطن خودش و معرفت و نفس براش حاصل بشه. معرفت و نفس هم مثل بقیه آیات هست، این احتیاج به ارائه الهی داره. سنوری هم آیات نافل آفاق، باید ارائه بشه آیات به انسان، و ارائه آیات با نور امام علیه السلام، با نور الهی واقع میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.